بارد سلام و شب بخیر دوست عزیز، شما رو خوش آمدید میگم به برنامه ابن سینا. دوست عزیز، طبق معمول دکتر صاحب با خود داریم، دکتر صاحب رفیع نظیر. موضوعی که در نظر به شما دوستا گرفتیمش پیلوری است و زیاد از حضور شما عذرخواهی میکنیم که کم به تعویق برنامه رو شروع کردیم. دکتر صاحب هم که وقت آمده بودن، بعضا برنامه های زنده بعض مسائل تکنیکی پیش میشه. به هر صورتش سلام و خوش آمدید جناب دکتر صاحب. سلام خدمت شما. خب دادقه، خب ما مقصد برنامه زنده یک خوبی دیگه هم داره که باز داخل باز قصد خودم میگیرم. ما براتون وعده کردم پیش از اینکه شروع بکنیم و بازم از تو عذرخواهی میکنم به خاطر از اینکه شما وقت آمدین. بر صورتش دادقه تون هست، جای نمیره، دادقه رو براتون حتما تایم میتیم. اجازه بسیم که به امرای بندای عزیز و نازنین خود یک سلام علیکم. بینده ازی سلام، امیدوار هستم همتون جور و سر حال باشین، از صحت کامل برخوردار باشین، از این امراض که ما در امراض صحبت میکنیم تا بال نگرفته باشین و سرچار نشده باشین، و اگر احیانا اتر کدام گپی وجود داره حتما دیگه باز مشورهای خود بر شما داریم ما، و کسایی که مشکوک هستن به خاطر از امراض و یا کسی که در خانه کدام دوست ما اچ پایلوری اطفال داره، اچ پایلوری بزرگا داره، اونا سخنهای ما را متوجه باشن به خاطر که ما موضوعات داریم که ارتباط میگیره مستقیما برای اطفال، و امیدوار هستم برنامه خوب داشته باشیم. ان شاء الله. اولی که پیش از یک سر موضوع بریم، روز چطور گذشت؟ طبق معمول یک روز بسیار زیاد مصروف، و تصادفا تا می دمه که من سوی شما حرکت میکردم هم مراجعین ما بود و تازه خلاص کردم و واقعا خسته، ولی به خاطر بینده از این خیر خدا فرش ساختیم دوباره. یک ذره که انشالله که با ما باشی حتما فرشتر انرژی مثبت از شما گرفتیم. سلامت باشین دکتر صاحب. زیاد معرفی نمی کنیم، بینده که منتظر می باشن و چیزی که دکتر صاحب بدوری کردن، کسایی که خدا نخواسته به امراضی که دچار هستن به حرفای دکتر صاحب گوش بکنن و موضوع را با دقت و جدیت ببینن تا نشه خود ناخواسته زیاد و زیاد پیشرفته شد. دکتر صاحب، اچ پایلوری اطفال چیزی که زیاد کسا باش سر چهار است، اما نمیفهمه زیاد اطفال از این رنج میبره، پدر مادرش فقط برش خوب میشه. میخوایم بفهمم که اچ پایلوری چی نوع یک میکروب است. اول خود اچ پایلوری یک معرفی داشته باشیم، گرچه ایدری صاحب ما به یقین میفهمم که تمام بینندگان عزیز کمی لحظه برنامه رو تماشا میکنن، اینا با یک شکل از اشکال یا با یک نحو از انواع با همی کلمه اچ پایلوری و آشنایی خود دارن. بله، اچ پایلوری نام مخفف است اصلا. اصلا مکمل از این است که هلیکوباکتر. بله، هلیکوباکتر پایلوری، و برای اولین بار در قسمت پایلور میده یا در قسمت پایانی میده که میده اینه در وزی بالایی داره پایانی، در قسمت دروازه پایینی میده شناسایی شده. قسم که شما در تصویر میبینید در هر جایی که عکسش پایلوری در پشتش یک چند دانه فلاجیل است. او به این معنی است که این میکروب متحرک است، این حرکت میکنه از یک موقعیت به دیگر موقعیت حرکت میکنه، به او خاطر انتشار از این در غشای مخاطی میده چانسش بسیار زیاد است. همچنان در محیط اسیدی خوش است، در تحت غشای مخاطی میده زیادترش، بیشترین از اینا در پایین غشای مخاطی می باشن، یعنی در سر سطوح چیز نیست غشای مخاطی، و از عقب حجراتی که به خاطر تولید اسید است اونا را تحریک میکنن تا ای که اسید بیشتر تولید شوه، و همچنان چون میکروب از در اونجا حادثه التهابی رخ میده، طبیعتا وجود شما در هر ناحیه که میکروب جایگزین میشه یا میکروب مزرعه می باشه، در اونجا یک هجوم از حجرات سفید رخ میده و یک حادثه التهاب که خود از یک نوع از پاتولوژیسته که خود میکروب یک مسئله است، حادثه التهاب که رخ میده یک وتیره است، یک فکر کنین که یک جنگ است در مقابل میکروب و مقابل سیستم های دفاعی بدن، یک جنگی جرخ میته، و تصادفاً که یک چیزی را که باید با کمال تأسف بگویم که اچ پایلوری میکروب است که بالای سیستم های دفاعی معمولاً غالب میشه، معمولاً غالب میشه، یعنی که بله، توانایی سیستم های دفاعی به اون نمیرسه. ببخشید دکتر صاحب، پیش از اینکه
کم بحث شما بازتر بگوین، چرا یه مقاومت بالا داره؟ خودش داره ای که دکتر سبا برای زمینه ساز میشه؟ مقاومت اچ پایلوری خو به خاطر بسیار پیشرفت کرده که اچ پایلوری بسیاری از خصوصیاتش تا حال فهمیده نشده بود. در امی سالهای اخیر به اصطلاح خصوصیات و مشخصه هایی که اچ پایلوری داره تازه شناخته میشه. یکی از دلایل مقاومت از این ساری بودن از این بوده، مثلا طور مثال 5 فرد در یک خانواده زندگی میکنه، بله. یک فرد داره، این باعث انتشار بر دیگر افراد شده و این خودش مشکل پیدا کرده، مثلا 4 شخص دیگه به شکل اسیمتوماتیک بسیار یک مدت طولانی در اچ پایلوری که میباشه اسیمتوماتیک میباشه، یعنی بدون عرض، بدون علامه ها میباشه، میکروب است در قسمت پایلور به شکل نرمالی زندگی میکنه، در اونجا عکس العمل هم در مقابلش فعال نمیشه، ولی این وقتی که بالا حرکت میکنه در قسمت های غشای مخاطی بالاتر میده میرسه، در اینجا باز عکس العمل های التهابی رخ میده که در اینجا باز بالاخره زخم از سبب امی التهاب طولانی مدت که چون التهاب خود غشای مخاطی را ضعیف میسازه و اسید در عین حال میکروب در بخش دیگه که چون از او استفاده میکنه دو طرفه باعث تخریب غشای مخاطی و باعث ایجاد زخم ها یا پپتیک اولسر میشه. درست، اینی مسئله بسیار زیاد مهم است که این شخصی که تداوی شده این نمیفهمید، قبلا دکتر سایبام نمیفهمیدن، در سطح دنیای آگاهی وجود نداشت که اچ پایلوری ساری است. وقتی که یک فرد در خانه داره باید تمام فامیل فلتر شوه، کل فامیل باید چک شوه، کسایی که دارن اسیمتوماتیک یا سیمتوماتیک، و خاطر این یک فرد کلگی باید خود تداوی کنن تا این که دوباره این شخص مورد ری انفکشن. دلیل یکی از دلایل بلند رفتن مقاومت، چون این مقابل شده با آنتی بیوتیک و با قابل آنتی بیوتیک میکروب های خصوصیت دارن که یک ساختمان در داخل میکروب وجود داره، در باکتری ها به نام میزوزوم میگن، که اینا پیام های مقاومتی را مقابل آنتی بیوتیک، پیام های تولید بتا لاکتاماز که در اونجا یک انزایم است که خود دوا نمیتونه درست برسه، دوا را پیش از رسیدن به میکروبی انزایم خنسا میکنه، بتا لاکتاماز های بسیار قوی را پیام تولیدش و کد تولیدش از یک میکروب به میکروب دیگه انتقال میتن و این مقاومت حتی مثل یک پیام بین کل میکروب هایی که در یک ارگان وجود داره نشر میشه، و اگر یک دانی از این میکروب انتقال کنه به شخص بعدی که این پیام با خود داره او را هم مقاومت میسازه، این دیگه دلیلی که مقاومت بالا رفته. موضوع سیومی ای است که اچ پایلوری بسیار به مشکل به کلچر رسید، یعنی کشت شد از نظر مایکروبیولوژی و میکروب شناسی، رفت کلچر شد، کشت شد، بسیاری به مشکل رخ داد، یادسه بسیار دیر باد رخ داد، یعنی که قدامت کلچر اچ پایلوری بیش از 15 سال نیست. تا این دم همگی با اچ پایلوری در تداوی بود و دواهای مختلف به این تست شد، دواهای مختلف سر مریض خوردن و این مریض خوب نمیشد و دوباره دیگه برنامه انتخاب میشد، مثل که فلحال در امی جامعه کابل جریان داره که یک دوا مریض میخوره جور نمیشن، از دیگه دکتر نزد دیگه دکتر نزد دیگه دکتر، بالاخره یک وقت ببینی که یک مریض 6-7 برنامه اشپایی را خورده نتیجه هم نگرفته. بعضی از دکتر سایبا میگن که وقتی که میبینن که ناکام میشن و اچ پایلوری درست تداوی نمیتونن، باز اونا برای خود چی دلیل جور کردن؟ اچ پایلوری اصلا قابل تداوی نیست و ای باید همه تو باشه و مریض عمری پی پی آی بگیره. پی پی آی بگیره یعنی پروتون پمپ انهیبیتور، یعنی دواهای مثل آمپرازول، پانتوپرازول، ربیپرازول، ازوپرازول، اینا کلش پی پی آی هستن. بله بله، بخاطر پایین آوردن اسیدا و یا رنتیدین و اترا بگیرن. نه خیر، نه خیر، این گپ نیست. وقتی که یک میکروب داخل وجود انسان میشه به هر صورت ما باید تو دشمن محو کنیم، در غیر از او سراسر بدن ما را در مشکل میپرده. ایتو نیست که در یک نقطه او بانه، در یک جای بانه، اعراض که ایجاد میکنه، شعات از این اعراض
در تمام بدن ما تیپ میشه. خب دکتر صاحب شما از اعراض و علائم گفتید. در مورد مقاومت سوال کردین ایدری صاحب، میخوایم که انوز متکمل نشده خب مراجعه بکنین. دلیل دیگه شی که نافهمیده چون کلچر نشده بود، آنتی بیوتیک های مختلف استفاده شده و قبل از قبل اچ پایلوری در مقاومت خود رسیده، در تولید بتا لاکتاماز اچ پایلوری بسیار لایق است. آنتی بیوتیک که یک بار مواجه شوه اکثرش قطع شوه، یعنی آنتی بیوتیک کوتاه مدت گرفته شوه، آنتی بیوتیک به دوز ناقص گرفته شوه، آنتی بیوتیک بدون مشوره دکتر توقف داده شوه، و یا ایسته که توسط خود دکتر توقف، و یا ایسته که آنتی بیوتیک با کیفیت پایان استفاده شوه. اینا در مجموع باعث میشن مقاومت میکروبی بلند بره. که اینی موضوع آخری یک گفتم، این در سطوح تمام میکروبات صدق میکند، یعنی همه میکروبایی که در وجود انسان باعث تولید میشه، اگر اینمی نکات ما در نظر نگیریم، یعنی که آنتیبیوتیک با کیفیت استفاده نکنیم، میاد تداوی خودمو چند روزه که باید میگیریم رو مکمل نکنیم، و یا ایسا که آنتیبیوتیک مریض خود سرانه قطع بکنه، و ایسا که دکتر با کدام دلیل قطع بکنه یا تبدیل بکنه، این باعث میشه که اون میکروب کم ضعیف شده مقابل آنتیبیوتیک، ولی شناساییش کرده و مقابل از او بیتا لاکتاماز تولید میکنه که آنتیبیوتیک دیگه سرش کار نکنه. یاد سراخ میدهد، یعنی یک هوشیاری، یک کلیبریتی، یک چی میگنم و سمارتنس میکروب است نشان میده که میکروب ها هم اگر که عقل ندارن، اگر مغز ندارن، در وجود از یه اترگپ های وجود داره که اینا به شکل بسیار ماهرانه خود در مقابل گروپ بسیار بزرگ از انتیبیوتیک ها مقاوم میسازن. که یه امروز در دنیا عطا از کرونا کرده، بر ما موضوع قابل تشویش مقاومت آنتیبیوتیکی است و این موضوع در افغانستان به حد زیاد است. من مطمئن هستم که اگر دکتر صاحبا می برنامه را می بینن، این گپ مرا کاملا تایید میکنند. مقاومت خیلی بالا رفته و از ممالک همجوار ما که این موضوعات را که بسیار جدی بود که یادآوری کردم، مثل پاکستان و هندستان و ایران و امثال از این که در اونجا تبابت بسیار زیاد، همگی بسیار زیاد دست دکتر مراجعه میکنه و مریضی زیاد است و میکروب زیاد است، مقاومت آنتیبیوتیکی زیاد. مثلا امسال ما یک نوع مرقه را تجدید کردیم که هیچ دوا نداشت، هیچ دوا به خاطر تداوی نداشت، یعنی که تمام انتی چیزا و پیام از این نوع مرقه ملتی درگ رزیستانت یا MDRB که بر ما از یکی از سایت های مایکروبیولوژی پاکستان است که من در اونجا عضویت دارم، پیام از این تقریبا سال قبل بر ما رسیده بود که اتوری یک میکروب در پاکستان شناسایی شده و این رفت و آمد هایی که میشه، ای باعث میشه که این میکروب در وطن ما شما بیاد. او مریض ما پیدا کردیم، مریض ما مسئولیت خود ادا کردیم، به شفاخانه انتانی معرفی کردیم تا اینکه مریض قرنطین شود تا وقتی که تداوی شود، به خاطر که اوتور میکروب مقاوم از کرونا کده هم خطرناک است، از ویروس هایی که ما بسیار از پیشان میترسیم خطرناک است. اینال میکروب ها یک بحث بزرگ است. اینا میخوایم بگیم چرا که یک وقت بعد مورد کرونا گفتم بود میکروب یک کس بسیار زیاد با لحن خراب و مطابق هم و اخلاق فامیلی خود یک برخورد کرده بود. میکروب ما که وقتی میگیم ما تنها از باکتری دلیل نیست، میکروب ما چی داره میگیم، تمام او دشمن های انسان که بچشم قابل دید نیست، یعنی غیر مرئی است که دکتر سایوا کرد از اون دشمن ما غیر مرئی است، دشمن ما قابل دید نیست و اونو چیزهایی که زیر الکترون میکروسکوپ و میکروسکوپ قابل دید باشه که یک گروپ مختلف از میکروب ها را تشکیل میده که اول کلانترینشان اگر بگویم پاراسایت هاست، دو فنگس هاست، درست؟ پاراسایت ها مثلا آمیب هست، جاردی هست، ملاریا هست، امثال از این، دوم فنگس هاست، مختلف خاندان فنگس هاست که مرض تولید میکنن، ولی بسیاری فنگس هاست که در وجود ما و شما به شکل طبیعی زندگی میکنن. دیگهش باکتری ها، این امی رقم میلیون ها باکتری ها، میلیارد ها باکتری ها در تن و در سیستم هاضمه ما و شما به شکل طبیعی است. حتی ما را کمک میکنه که غذا را هضم بکنیم، حتی کمک میکنه که بعضی ویتامین ها از ما جذب شود، ولی یک تعداد از این باکتری ها هست که خیلی مرض ساز است، مثل اچ پایلوری خیلی به صحت مضر است که این فرق میکنه بحثش، درست؟ دیگه آمدیم سر ویروس ها، خاندان مختلف ویروس ها، و ویروس ها به دو گروه تقسیم میشه که گروه آرنه وایرس و دی ان ای وایرس، و خصوصیت که ویروس ها دارن اینا کد های ژنتیکی خود تغییر میدن، مقاومت مقابل آنتی وایرس ها جور نمیکنن، مقاومت مقابل واکسینی که شما شدین جور نمیکنن، این کد ژنتیکی خود چنج میکنن، مثل جهشی که در کرونا رخ داده بود، درست؟ این مسئله وایرس است و آرنه وایرس ها بسیار سریع تغییر میکنن. مثلا انفلوئنزا در یک سال تا 3 میوتیشن میتونه بکنه،
کرونا وایرس میتونه در یک سال دو میوتیشن بکنه که هر سال در آخر زمستان یک نوع کرونا ما میگیم، بلکه سالهای دیگه خفیف میباشه صرف با جهش که پیدا شد، یعنی که وقتی که از پروتین های داخل بدن بعض از حیوانات استفاده کرد باز در او جهش رخ میده، مثل که از خوک تغییر میکنه در وجود خوک، در وجود موش، در وجود خفاش، مار و امثال چیزهایی که انسان با اونا میتونه که با یک نحو از اشکال تماس داشته باشه با او انتقال میکنه. و دیگه نهایتا پریون است. پریون اصلا محصول پروتین های خود بدن انسان است. تخریبات پروتینی که در منحیث یک جسم اجنبی شناسایی میشه و مقابل از او یک عکس العمل دفاعی بسیار قوی رخ میده. یعنی تا بالا گفته نشده که کدام پریون داخل بدن انسان شده باشه. سلامت باشین دوستان عزیز، بحث ما ادامه داره، البته بعد از وقفه شما میتونین تماس هم بگیرین. دکتر صاحب یک میان برنامه خواهی جازه است ساعتی ساعت خواهی میان برنامه رو بگیرین، شما چای گرم بگیرین. امیدوار هستم که شما شنیدن بحث های طولانی مرا خسته نشین. عالی بود، بس خوب بود، آموزنده بود. بعد از وقفه دوستان عزیز تماس های شما رو میداشته باشیم و سوال های همچنان میان برنامه. خوش آمدید نظیر بیننده، ادامه برنامه ابن سینا، دکتر صاحب رفیع با خود داریم و بحث ما در مورد اچ‌پایلوری نزد اطفال در کل اچ‌پایلوری است. خب دکتر صاحب خسته نباشین، سوال را خو میکنم، خسته نباشین، چای گرم خو گرفتین، سلامت باشین و همچنان مونده نباشین. دکتر صاحب میخواییم درباره اعراض علائمش بشنوم. خود میکروب خو با جزئیات شما معرفی کردین، اعراض علائمش چی است؟ تنهایی ده باز پسان میریم سر سوال های دیگه. خب من فکر کنم کل شک جوی هستان سوال کنم خوبتر است. عراض علایم و نز بزرگا و اطفال چی تفاوتی داره میخواد تمام شد. قبل از اینکه عراض علایم و بگویم یک چیز را خدمت بین دو عزیز خود میگم که اچ‌پایلوری در شروع سال 2019 در اثر بعد از در یک نتیجه یک تحقیق مطالعه کردم که ساری است. واقعا من هم متعجب شدم چطور میتونه، ولی تا حال هم مشخص نشده که به چی شکل انتقال میکنه. آیا با لمس است؟ آیا با دراپلت؟ خود امکان نداره، میکروب ها باکتری ها با دراپلت کمتر انتقال میکنن که عدسه و سرفه و یا باشه. ولی بعض مشکل پکار گفته که چانس های زیاد در کجا کجاست. کسی که اچ‌پایلوری داره و در خانه غذا تهیه میکنه، کسی که اچ‌پایلوری داره و از اطفال مواظبت میکنه، کسی که دو زوجی که یک نفرش اچ‌پایلوری داشته باشه با زوج دو حتما انتقال میکنه. یعنی کسی که در یک میز یا یک دسترخوان با هم غذا میخورن در این میج چانسش، یعنی زیاد ارتباط به غذا میگیره، زیاد ارتباط به غذا و آب میگیره. و گفته شده که بیشترین انتشار اچ‌پایلوری در سطح دنیا از طریق آب صورت گرفته. یعنی آب یکی از دلایل انتشار بیش از حد از این مرض بوده. چون آب ها کسی فرما در برنامه مختلف در قسمت ساعت آب صحبت کردیم، آب واقعا خطرناک شده. واقعا آب افغانستان خصوصا آب کابل بسیار خطرناک شده. یعنی در تمام دنیا آل در ترافل گاید هایی که هست، یعنی راهنمای سفری که وجود داره از ممالک اروپایی و آسیایی، یا حتی در یک جای ذکر شده مامور خواندم تا که نوشته کرده وقتی که شما سفر میکنین، بله، حتی دندانایتون با آب معدنی برس کنین. چقدر یک پوینت مهم است، یعنی که هیچ اعتماد بالای آب وجود نداره و باید آب همیشه جوش کنیم و بدون از او. و حتی سر فیلترها هم میخواییم که زیاد اعتماد صورت نگیره. اگر روشانده شده خوب است. باز بعض مواد کیمیاوی و گپار کم میکنه. در کمک چیزی در میکروب به خاطر زیاد موفق نیست، به خاطر از اینکه فیلترها به استاندرد 500 میکروب الا 1000 میکروب فی میلی لیتر آب جوش شده. از ما شما بیشتر از 12000 میکروب فی میلی لیتر آب است. اینا شما فکر کنین که یک فیلتر که تا 1000 میکروب میتونه پاک کنه، آیا 12000 میتونه؟ او 12 مرتبه میتونه که قوی تر شوه. همون چیزی که شما نصب کردین نه خیر، برای او شاید فیلتر بزرگتر و قوی تر لازم باشه. و اونم شوای الترا وایلت که میتن اونو نسبتا گپ خوب است، من که از او خوش هستم. خب موضوع اعراض علائم، بسیاری از دوستای ما بیننده ما شاید که اچ‌پایلوری سپری کرده باشن و کسایی که اعراض دارن، یعنی یک تعداد کثیر کسایی که اچ‌پایلوری دارن بدون اعراض هم هستن. یعنی در یک خانواده اگر کل یک مبتلا باشه، 10 نفر باشن، 3 نفر از این میتونه که اعراض داشته باشه، بیشتر از این میتونه که بدون اعراض باشه. اما اگر به احتیاطی در این خانه بسیار زیاد باشه، باز میتونه که کلشان اعراض پیدا بکنن. اینطور یک گپ وجود داره. کسایی که دایت نرمال میگیرن با اچ‌پایلوری هم خوب هستن. کسایی که دایت غیر منظم میگیرن، اچ‌پایلوری واقعا برایشان یک هیولا میشه.
واقعا یک مشکل بسیار جدی میشه. کل باید یعنی حتی همی کیفیت زندگیشان خراب میکنه. وقتی که میده آرام بود کیفیت زندگی بسیار پایان میاد. کیفیت زندگی از چی لحاظ؟ تو از یک جای لذت نمیبری، از دیدن یک فیلم لذت نمیبری، از بودن با یک دوست لذت نمیبری، چون مودت خراب است. غذا میخوری لذت نمیبری، هر چیزی لب بخوری مزهش چند لحظه بعد دیگه از میده جوش شروع میشه. یعنی که چیزی لب دیگه بخار پرتی و بخار بتی خوب سرکام پرتی خوب از اینا پرتیش اما تو میشه. درست. عرض علائم خاص اشپایری بسیار مشخص است، همه میدونن، سوزش در قسمت بالایی بطن، بله. یعنی در تنگی قفس، درست، و اصطلاح عام بگویم بالا آمدن اسید یا عرقهای ترش، درست، عرقهای مکرر، معده گاه سال می باشه، گاه جور می باشه، درد در بطن می باشه، درد نظر به موقعیت معده انتشارش فرق می کنه. اگر درد، اگر که ناحیه به اصطلاح دهانه بالایی معده، بله. یا مسئله کاردیا معوف باشه، دردهای زیادتر طرف صدر انتشار میکنه، تا تازه ناک میرسه، تا شانه ها میرسه، تا تختی پشت میرسه، گردن چرخی پیدا میکنه، سردردی ها پیدا میشه. درست؟ بله. اگر درد در ناحیه پایان باشه، دردها زیادتر طرف حوصله و کمر انتقال میکنه. درست؟ وقت در بطن، بله. در کل بطن درد میباشه اگر در ناحیه پایانی یعنی در پایلور باشه. اگر که در فوندوس کدام مشکل ایجاد شده باشه، درد حتی مثل دردهای قلبی حس میشه که بسیاری از مریضا نزد ما مراجعه کردن که تا اسپرینگ تطبیق کردن با لوحه ازی که شاید که یا ایجی باشه و ایجی نبوده، و وقتی که ما مطالعه کردیم مریض دیدیم که او ایجا خوالا در میده مشکل است، خو ایام خود انتشار میکنه طرف بالا، نه. و ایام بغالطه میشه. دردهای انتشاری بسیار امراض با هم مختلط میسازه، این بسیار مهم است و او مهارت دکتر لازم است که چطور پیدا کنه همه چیز بدون در نظر داشت مسائل تجارتی، فقط صادقانه مریض ببینه که اینمی مریض دردش از کجا منشأ گرفته، دقیق مریض معاینه شه و قبل از اینکه مطالعه کدام معاینات لابراتوری بریم یا کدام رادیولوژیک ما این مساله را چک بکنیم، یا حداقل گراف، خب گراف خوب چیز گرفته شوه در هر صورتی که در طرف چپ صدر باشه. اگر در قوس کلان کارواچور میجر باشه مشکل، در طرف چپ انتشارش می باشه و اینمی رقم دردهای مختلف جایهای میده، در طرف یک سمت خاص انتشار می داشته باشه یا رادیشن می داشته باشه، و بعض آفات و اوقات میشه که نزد مریض التهاب خیلی شدید میشه و یک حادثی را به نام پانگاسترایتیس ایجاد میکنه، یعنی کل معده درد میکنه، یعنی درد نهایتا شدید که باز بعض اوقات عملات بسیار شدید هم داره. مثل که دیشب یک مریض ما داشتم که واقعا با درد بسیار شدید نزد ما مراجعه کرد که اصلا یک موضوع یک حالت غیر قابل تحمل داشت، فشارش هم پایین کرده بود، باز فشار پایین چی نگذاره که فشار هرچی پایین میره، بله. اسید معده بالا میره، هرچی فشار پایین میره اسید معده هم زیاد بالا بلندتر میره، این هم یک ارتباط مستقیم که مشکلات معده داره، هرچی تشویش زیاد میشه تکلیف معده هم زیاد میشه و اشتها خراب میباشه، بعض اوقات اشتها بسیار زیاد خراب میشه، خواب خراب میشه. وقتی که مریضای اشپایلری اگر که رفلکس پیدا کنن یا برگشت مواد غذایی، یعنی دهانه بالای معده فعالیت خود درست از درست اجرا کردن نتونه، اسید ترشح میکنه طرف بالا، یک غذا حتی اگر معده بسیار پر باشه غذا طرف بالا حرکت میکنه، عرق میزنه پس غذا دهانش میاد پس عرق. خب مشکل هست دیگه. انال میایم سر موضوع اطفال. بله. نزد اطفال عرض علائم کم تفاوت داره. چطور؟ اطفال در ابتدا مودشان خراب میشه، مود دزاردر پیدا میکنن، حالت روانی خراب میشه، پرخاشگر میشه، در بالای هر چیز بهانه میگیره، آرام نمیباشن، خوابشان بر هم میخوره، نیمهای شب میخورن، گریه میشن، استفراغ میکنن، سرفه ها پیدا میکنن، طفلک ها اگر رفلکس باشه، سرفه ها که یک نوع سرفه است که از میده منشأ میگیره، هر تفلک سرفه میتونی سینه گرفته، همین سیلای هم مردم شده، بله. او تو نیست، بعض سرفه ها حتی وجود داره که از میده منشأ میگیره، ما نمیتونیم که با راحتی دکتر شویم، با راحتی تشخیص بانیم، این دکتر شدن کار سخت است، باید بانیم, بانیم که اون افرادی که در موجه کل زندگی خود فدا کردن همون تصمیم میگیره، درست؟ سرفه پیدا میکنه طفل، طفل اشتهایش جدی خراب میشه و یا ایسه که بسیار میخوره پس میگردانه، طفل یک جای سرد پیدا میکنه شکم خود میچسبانه، در جاهای سرد سر شکم خود میرسانه، چون او درست یعنی تبابت اطفال به میخاطر مشکل است که طفل مشکل خود بیان نمیتونه، ما چیزایی که میبینیم چیزایی که دیده میشن هستش، او نمیگه، ما پایین طفل و بزرگ فرق داریم،
و یک مورد دیگه را که باید بگویم که این موضوعات را که بر شما یادآوری میکنم، این قرار مطالعات ما بالای اطفال افغانستان است نه امریکا. بله، این چیزی است که ما در وطن خود دیدیم، چیزی است که ما پیش طفل دیدیم، تست کردیم و این چیز برآمده، تداوی دادیم، خوب شده. بله، یعنی فکر کنین که یک تحقیق در حال جریان وجود داره فعلا، یعنی روی تجربه بوده، روی تجربه و روی تجربه خود ما. ما باید از خود گپ بزنیم، امریکا چی میگه در مورد چپایری بس است، ما فهمیدیم که چپایری چی بود، چه قسم یک میکروب است، کلچرش چطور است، نتایجش چطور است، چون ما هیچ کلچر نمیتونیم. ما از نتایج کلچر بعض سایت هایی که در کلچر ارتباط دارم از اونها استفاده میکنم به خاطر تداوی ها، ممکن مشابهتی وجود داشته باشه، اما در افغانستان قوی تر است. اینو باید یادآوری کنم که چپایری در افغانستان نظر به تمام ممالک قوی تر است، به خاطر که تجربه های مختلف سر مریضا شده. اما موضوعاتی که پیشتر یادآوری کردم که مقاومت در وطن ما و شما بالاست و رفت آمد ما به کشورهایی که در اوج آنتی بیوتیک تراپی بسیار رایج است زیاد است، مثلا پاکستان، هندستان. نه بله، این مثلا طفل وزن خود از دست داده میره، روز به روز وزن طفل کم شده میره و رشد خراب میشه کاملا، و در زمین اشتها خو پیشتر یادآوری کردم خوب نیست. او که صحبت میدانه بعد از خوردن غذا از دلدردی شکایت میکنه و یا بعد از خوردن غذا دفعتا ضرورت به بدرفت پیدا میکنه، بیرون میره طفل سریعا و از مادر خود خواهش میکنه که مرا یا ببر به تایلت یا واشروم. درست؟ ایتر یک درخواست از آنی صورت میگیره. ببینید اینی چیزایی که مثلا بینندای ما در پیش اطفال خود میبینن باید متوجه باشن که چانس بالا وجود داره، یعنی بالاتر از 70% اگر کس دیگه در خانه تثبیت شده بوده چپایری، بالاتر از 90% چانس وجود داره که طفل مبتلا شده باشه و طفل باید تداعی شود. درست؟ بله. اینه طور یک تفاوت های بین خرد بزرگ وجود داره و اطفال بیچاره متضررترین بودن. حالا خود در دنیا تازه متوجه شدن، من چندین سال است در این مسئله کار کرده ایستم که بالاخره امسال به یک نتیجه نهایی رسیدم که در برنامه ها و در رسانه سر این مورد صحبت میکنم. اما شک من از 4-5 سال قبل جریان داشت و اطفال متعدد را پیدا کرده بودم که چپایریشان مزدد و حال تا فلحال بیش از 1000 طفل پیش خود دیتا دارم جمع کردیم اسنادشان. چانس مبتلا شدن نزد اطفال زیاد است یا بزرگسالا دکتر صاحب؟ یعنی زودتر به اطفال سرایت میکنه، تخریبشان میکنه، یکی بزرگسالا؟ بزرگسالا به یک دلیل زیاد است که به خاطر که اونها در بیرون زیاد ارتباط دارن. اطفال در محیط خانه هستن، اینا از کسایی که در داخل خانه است میگیرن و صرف اون اطفال میمونه که اگر در کدام کودکستان یا پا. و یک چیزی که بسیار مهم است، خب ما باید آشپزا را همیشه چک کنیم، هر کسی که هتل داره، رستوران داره، آشپزای خود تست بکنن، اونا باید اچ‌پایری، آمیب، بعض مشکلات و یک تست، یک پکیج از تست هاست حداقل 3 ماه بعد باید سر آشپزها شود. معلمین مکتب، معلمین کودکستان، کسایی که از اطفال مراقبت میکنن، با اطفال تماس مستقیم داره، با اونا حتی غذا میده و همسال از آشپزهای از این اماکن، همه باید تست بکنن. یک موضوع عادی نیست، یک فاجعه است که ما طفلای ما، نسل بعدی ما بسیار خراب میشه. پس اون در مورد عواقب از این مرض نزد اطفال صحبت خورد کردم. اینی کسایی است که باید تست شوند و باید فهمیده شود که دارن یا ندارن، اگر دارن تداوی شوند، خیره مدرن ترین تداوی ها را برشان ما میدیم. یک سوی تفاهم که قبلا چند سال پیش بود، خب بین مردم هستیم، دیدیم کسایی که میخواستن اچ‌پایلری خود تداوی بکنن، میرفتن دوایی که برایشان داده میشد یا تجویز میشد، اما دوز را که میگرفت و گنگس میشدن، گنگس شدید پیشان خلق میشد، حتی در جریان کار چی گفت پس ما دوایی در اچ‌پایلری گرفتیم. چی تفاوت است؟ یا ما مو گپ پیشتر شما مو تداوی های خودسرانه است یا آنتی بیوتیک هایی بوده که تابال بر اچ‌پایلری نو ایردیکیشن تراپی معرفی شده، یعنی نو نو تداوی استپ بای استپ از پایان به طرف بالا. بله، ولی خوشبختانه 4 ایردیکیشن تراپی ابتدایی ازی تابال غیر موثر خوانده شده. 2-3 سال است که ما مختلف در جایهای مختلف میبینیم، چون در جایی که موضوعات مایکروبیولوژی و مسائل باشه ما در عمق میکروب و خواص و مقاومت های میکروب گپ میزنیم. ما در روی کتاب نیک وای کتاب و گایدلاین است یک میخونی که تداوی نتر این تداوی هایی که رایج بوده استفاده شده، اما نه، امروز وضعیت میکروب چی است؟ ما باید در عمق مرض باشیم. بله، 4 تداوی تا بال ناکام و سنسیتیویتی یا حساسیت میکروبی از اونها در مایکروبیولوژی، در تست های مایکروبیولوژی در نشریه های اخیر بسیار پایان است، حتی 23 و 21 و 16 و 17% است.
که ما نمیتونیم با 7% مثبت درست و 83% منفی پیش بریم. نه خیر، وی برعکس باید باشه، 83% مثبت باید باشه، 17% منفی باشه. ما چانس نتیجه ما بالاتر باشه نظر به چانس عدم نتیجه یا ممو جواب تداوی. ما باید چانس بیشتر باید تداوی. ما باید ریسک زیاد نگیریم، چون تداوی اچ‌پایلوری 15 روز است، حداقل 14 روز، 14 روز است. و این تقریب از اینکه چه قسم میشه و مریض چه قسم ما از تحت تداوی دواهای میده میکشیم، او 3 ماه دیگه طول میکشه. او بحث آسان است. اینی 14 روز اول مشکل است. فکر کن که در وجود مریض ما یک نوع سلاحی را داخل میکنیم که او بره بسیار یک جنگ داغ با یک میکروب بکنه و او را از بین ببره. شما فکر کنید که در آل داخل وجود شما یک جنگ است، یک جهاد جریان داره. یعنی ما مریضای معمولا میگم برادر خواهر، این تداوی که است، این تداوی باید در مقابلش بی‌حوصلگی صورت نگیره، خودسرانه باید قطع نشه. ما برای شما اینی درجه تداوی رو شروع کردیم، پایانا کار نمیته و بعد از این چانس کم است که کدام دوای نو دیگه به وجود بیاد. شاید چندین سال طول بکشه که کدام دوای نو به وجود بیاد که شما این تداوی بکنید. شما باید من حیث یک جهاد هر حالی که سرطان آمد تداوی کنین. اگر حالت شدت میشه پس بر محول بتین، پس پیش ما مراجعه کنین اگر مشکل جدی میشه، اما دوا رو به هیچ وجه قطع نکنین. دکتر صاحب دیگه زم 14 روز یا 15 روز مریضی که دوا رو میگیره و او جهادی که وجودش وجود داره، این آدم یا می شخصی که مریض است چه چیزا باید جلوگیری کنه از گرفتنش، از نوشیدنش، از خوردن؟ یعنی پرهیز چیه؟ پرهیز ببینید چقدر نقش داره، یعنی چقدر میتونه پس بر شما مشکل ساز باشه که اون دوایی را که دادین یعنی به تاثیر بسازش. یکی از مشکل سازی های بزرگی است خب که ما پیشتر یادآوری کردم در برنامه که وقتی یک مریض در خانهش پایوری تثبیت میشه، تمام خانواده باید فلتر شود. بله. و خصوصا اگر اون مریض طفل باشه، پدر، مادر، کسی که از طفل مراقبت میکنه، کسی که در او تماس داره، حتی معلم کودکستان. بله. اگر کودکستان میره. اینا کسایی هستن که ارتباط دارن. این طفل کدام بیچاره گناهکار نیست که دوا خورده باره. ای باید این یک برنامه دیگه، یک ریسک کلان است. ما باید اچ‌پایلوری رو محو کنیم از وجودش. در غیر از او باز عواقب خرابتری داره. درست؟ بله. اچ‌پایلوری اطرافیایش که دیدیم بعد از او باز یک موضوع که کلگی باید فلتر شود. هر کس داره گرد و برش باید پاک شود، تداوی شود. موضوعات مهم دیگه در قسمت پریز. من نمیگم که شما کدام غذا را نخورین. من طبیعت غذا را برای شما میگم که تغییر بدین. ما باید تیپ غذای خود را تغییر بدیم. غذای ما از جنس چی است؟ چی جور میشه؟ عادت غذایی ما در خانه چی است؟ بعض عادتهای معمول افغانستان در جریان اچ‌پایلوری استفادهش خطر داره و تداوی را بیفایده می‌سازه. یعنی هر قدر اسید بالا باشه، اچ‌پایلوری مقاومتش مقابل دوا زیادتر میشه. ما باید جلو اسید تا حد امکان پایان کنیم. یعنی غذایی که اسید بالا میبره باید جلوش بگیره. غذاهای تند و تیز، مساله دار، خیلی مضر است. خیلی مضر است. درست؟ غذاهایی که سرخ شده باشه. غذاهای رستوران، فست فود هر چی که باشه، که در جایی که مساله و مرچ و کچپ و چتنی و این چیزا استفاده میشه. بله. ممنوع. غذاهایی که سخت و هضمش ثقیل باشه. ممنوع. بله. دیگه غذاهای شیرین، قندی. مثلا کیک، کلچه، مربا، عسل، بسکیت، فرنی، امی دیزرت که در ختم غذا گرفته میشه، امی رو کنسل کنن. بهتر است از او، بهتر است که یک نیم ساعت وقفه، نیم ساعت بعد یک پیاله یک چای شیرگرم، داخنه شیرگرم بح. او را من پیشنهاد میکنم. در غذای صبح خود مشکل نیست، میدانند که بوره یا عسل یک وعده مشکل نداره استفاده بکنم. دیگه در خصوص ترکاری باب، پیاز خام. بله. و یا غذایی که در او بیشتر پیاز استفاده شده باشه، حتی پختش، بانجان رو میخوام. و یا غذایی که او بسیار بانجان رومی به کار رفته باشه. بله. پختش. پیاز، ببخشید، مرچ. مرچ تازه. مرچ سبز، سرخ، هر چی که از تازه. در جمع ترکاری با. دقیقاً. بانجان سیاه. پالک. اینا کلش محرک اسید هستند. کلش اسید زیاد میکنه. ولی بعض ترکاری هایی هست که مفید است به معده.
مثلا کرم یک گایدلاین جدید ما مطالعه کردم که جوز کرم از طرف شب یک گلاس پیشنهاد کرده بود. یک گلاس جوز کرم از طرف شب نوشجان کنین، اسید کنترل میکنه، اسید خونسا میکنه. کاهو، نعنا، اینا مفید است. نه. ولی سایر ترکاری هایی که تند و تیز و امثال عزیز خوب نیست. سلامت باشین دکتر. در خدمت مایا دو گپ دارم، باز میتونین که طرف وقفتون برین. با معذرت وقت میتونم بسیار زیاد با وقفه خوش هستی. خب نه تو گپ نیست دکتر، وقفه رو میخوام کوتاه باید بسیار این گپای مزیاد هست. در قسمت مایات، در قسمت مایات سه چیز بسیار عمده: چای تیره و چای هایی که بیکیفیت هست. مثلا اگر رقم چای سبز است که ما در وجود خود تجربه کردیم بسیار مضر است، بسیار اسیدیت زیاد میکنه. چای سبز است که گلاس میپرتین چند دقیقه بعد سرخ شده بله و رنگش در گلاس میمونه. او چای نیست، او یک نوع مواد کیمیایی است که ما شما چای گفته او را نوشجان میگن. نوشابه های گازدار بله، آب خام، سه چیزه که این سه مایه، سه مایه درست؟ بله. این یک فرمول پریز است. هر چیزی که شما مصرف میکنین ببینین که در این فرمول سر میخورد نکنین مصرف. از صحت تان که در مزید آن بالا نیست. نه؟ او هم یک مدت داره دیگه. بله بله، او یک مدت. ولی خود تداوی هیچ پایوری مکمل با انتی بیوتیکش و پی پی آی تقیبیش 3.5 ماه و پرهیز حداقل تا 2 سال و حتی اگر ادامه داده شود به نفع مریض است. سلامت باشین دکتر صاحب. البته چیزایی که شما یادآوری کردین، غذایی را گفتین، بعد از وقفه تمام شر پلیسمنت شه یا جوگزین شه میشه باز یک کوتاه یک روشنی بندازید. اما قبل از او دوستای عزیز، یک میان برنامه کوچک، زود زود برمیگردیم. از جان بینده خوش آمدین، برنامه ادامه داره. دکتر صاحب بازم خوش آمدین. بینده عزیز بسیار افهم میخوای، ما یک ذره شوخی بین خود داریم دیگه، ببخشین. خب بر شوخی از خودی تصادفی همکار ما متوجه نشده و تصادف قطع کنه یک گپک ما رفتن ما با بزرگ کنید تو ببخشین. سلامت بشی دکتر صاحب. همون موضوع جایگزین ما یک دفعه بگویم. خب پیش از اینکه طرف جایگزین بریم، دوستای عزیز، برنامه لایو است. بعضی اتفاقاتی که مفته، خب برنامه لایو است و خصوصا از طرف شب که سلیجان یعنی سلیمان جان که تنها باشه بعضن خب پیش می آید، همکارا کم یعنی مشکل نیست، ما شوخی خود می داشته باشیم. بازم ببخشید دکتر صاحب، بفرمایید. خب موضوع جایگزین پیشتر پرکان کردیم که سر از ابو شده یک گپ گفتم. خب جایگزین، ببینید شما متوجه بحث ما که اگر مکمل می شدین یعنی اتومات جایگزین پیدا می کردید. خب ما یک فرمول را گفتم که غذا چطور نباشه. دکتر هر همه چیز ما گپتون نگرفتم. همه چیزی که خورده میشه، گوش کنین، همه چیزی که خورده میشه، غذایی که در خانه تیار میشه باید تند و تیز نشه، سرخ نشه، از بازار آورده نشده باشه، سخت نمانده باشه، یعنی که خوب نرم شده باشه، یعنی یک گوشت از خوب ملایم شده باشه. لوبیا رو خب یک ذره یک مزرس ازمش سخت است برای میده، یک کم از این کمتر استفاده شوه میشه که از آبش استفاده بکنن. نه لوبیا و نخود هم سال ازیده حبوبات در کل حبوبات درست. و موضوع دیگه که زیاد شیرین نباشه. بس اینی فرمول است، شما اینی تو در فرمول پرتین، اینمی خصوصیات غذایتون نداشته باشه. سلامت باشین دکتر صاحب. ما به خاطر این یادآوری کردم که اعضای بیننده که میبینن، خب در کشور ما زندگی میکنیم، همیشه منفیگرا هستیم. خب وقتی که شما میگن غذاها را کل چه کاتگوری کردین، ما میگن کل چیز ما نخورم، خیلی چی بخورم، این چیز است که کل چیز بخورین اما با شکل طبیعی. یعنی غذا را از حالت طبیعی نکشید. هدف ما همین چیز درست است. سلامت باشین دکتر صاحب. خب پس مهم سر بحث خودمو. خب کجا بودیم؟ ما باید سر عواقب مرض صحبت کنیم نزد اطفال، چون وقت یعنی وقت دقیقه داریم. دقیقه اضافی را میخواییم سر زمین پروگنوز ببینیم. پروگنوز بس بود، بعض پیام های خودم دارم. بفرمایید. درست، در پروگنوزش ما باید چی بگیم در عواقب مرض؟ ببینیم وقتی که یک طفل مبتلا میشه، پیشتر یادآوری کردم که طفل حالت روانیش خراب میشه، مود چینجز پیدا میکنه، مود دیزاردر پیدا میکنه. این میتونه که تعقیب شوه با بعض تکالیف روانی دیگه، مثلا دپریشن، انکسایتی، استرس، اتلگا پورا با تعقیب داشته باشه، یا ایسته که جرأت مریض خراب کنه، یا ایسته که کانفیدنس
یا همو اعتماد به نفس طفل پایان بیاره، در مکتب خوب نداره، شایی کیوش بسیار پایان میاره، یادگیری طفل خراب میکنه، مغز طفل که نارام بود یعنی زیر فشار قرار گرفت، همه چیز میتونه که در آینده رخ بده. روش طفل خراب میشه، 100% خراب میشه، چون او غذای کافی گرفته نمیتونه و غذا خوب هضم نمیشه. البته تمام روش فکری و فیزیکی چهار بود روش. بله، فیزیکی خوب بزرگ نمیشه، ذهنی خوب دماغش روش نمیکنه، چون مود پرابلم مود داره، در اجتماع خوب نمیدرخشه، خوب روش نمیکنه. و چهارمش موضوع جنسی که طبیعیه که چهار بود سه بود دیگه خراب بود، جنسیت هم اتومات خراب میشه، یعنی که چهار بود هر یکی با یکی دیگه ارتباط مستقیم دارن، صدمه میبینن. این موضوعی که در آینده رخ میده، موضوعی که در صحت نظر صحت ببینید، پیش ما و شما اگر که زخم میده رخ میده، ما و شما در حال رشد نیستیم، میده ما به رشد نهایی خود رسیده، در اینجا چانس تضایقات کم است. بیشتر تضایقات از دوران طفولیت منشأ میگیره. طفل که کوچک است، در کوچکی تکالیف میده رو تجربه کرده، یک قسمت میده زخم شده، در حالت رشد او زخم میخواد یک ترمیم شوه، یک نسج اسکار مخصوص نسج است او را ترمیم میکنه. بله. باز این چی میشه؟ اسکار جمع میکنه یک سواره، یعنی فکر کنین که میده است از وسط بهتر میشه، یک تضایق به نام هاورگلاس ایجاد میکنه اگر که زخم در وسط ها باشه. اگر در قسمت دهانی میده باشه، در اینجا میتونه تضایقات در دهانی بالای میده، دهانی پایانی میده، در اشکال رخ بده. عطا میتونه که تفسق یا پارگی یا سوراخ شوه به گذشته مون عمر که پیش بره، سوراخ شوه، میتونه که جگر صدمه بزنه، مشکلات کبدی ایجاد بکنه، میتونه که مثلا پانکراس صدمه بزنه، مشکلات پانکراس پیدا بکنه، همسال از این روده ها رو میتونه که تخریش بکنه، در روده ها میتونه زخم ایجاد بکنه. آی بی اس خود 100% رخ میده، ایرتیبل باول سندروم، روز ما صبح در مورد این صحبت کرده بودم که یک مشکل روانی روده هاست، یا اسهال می باشه شخص، یا قبض می باشه، یا مختلط، گاهی اسهال گاهی قبض، گاهی اسهال گاهی قبض، او را آی بی اس میگن. و او روده های کلان مشکل داره، ارتباط برقی یا عصبی روده های کلان با مغز درست نیست، یا بسیار زیاد است یا بسیار کم، و این باعث میشه که روده ها درست به میل دل خود حرکت نکنن. این مشکلات میتونه که رخ بده. ببینین بر طفل چقدر خطرناک است. ما خوب بزرگ هستیم، مشکل خود گفتم میتونیم به دکتر. و اطفال که وقت تثبیت میشه، وقتی که تثبیت میشه، بسیار باید پروفشنال تصمیم گرفته شوه، احتر دوای انتخاب شوه که یعنی چانس ریلپس نباشه، یعنی تا طرف دوای دو نریم. طفل ما باید زیاد که آنتی بیوتیک نگاه نکنیم، این یک دوره را بسیار به ریسک که بعد از او باید در برنامه تعقیبی رشد طفل هم تحریک کنیم، میشه که یا خودش بایدی یا دوای ما رو تصادم زده باشه، ما باید سریع اون رو پس تحریک کنیم که طفل پس رشد بیاید. بله، در اون حالتی که اصلا نمانه. درست، اینی موضوع بسیار زیاد مهم است، پیش اطفال به این خاطر بسیار زیاد مهم است، چون اطفال گفته نمیدونن و آینده و اطفال کی است؟ نسل بعدی اینمی وطن. بله، نسلی که این وطن از ما و شما تسلیم میشه. خب بینندای ما، همشهریای ما، کدام نسل میخواین؟ کدام نوع نسل میخواین در آینده؟ یک نسل بسیار زیاد موفق، صحتمند، توانا، یا یک نسل ناتوانتر از ما و شما؟ کدامش بهتر است؟ خب دقیقاً پس که پس نسل بهتر است که چون اون نسل است باید بالای از اون ما سرمایه گذاری کنیم. سرمایه گذاری یعنی چی؟ صحتش خوب نگاه کنیم، سر رشدش کار کنیم، تنها نگذاریم که خوب که مریض شد در جای افتید باز پیش دکتر. نه، گپکای خرد خرد طفل میتونه که مشکلات عواقب خراب خراب داشته باشه، باید حتما که دکتر متخصص فامیلی تان یا متخصص اطفال به تماس بشوید. برنامه قبلی میادوری کرده بودیم، بله، حداقل تا سن چند سالگی بود، باید 18 سالگی بود، بله، بله، باید تحت نظارت دکتر، بله، و دکتری رو چک کرده باره. درست، و اینمی رقم سرمایه گذاری از دیگه زاویه بالای طفل خود سرمایه گذاری کنیم که او درس بخونه، خود از این سرمایه گذاری است. هر چیزی که برای طفل میکنیم، فکر کنین شما بالای یک نسل سرمایه گذاری میکنین، اونمو یک سرمایه تان است، اونمو یک بزنس تان است، یک آینده تان، اونمو ترقیب میکنه، پس او کس بسیار مهم است برای شما و این تر مشکلاته و مشوره های فامیلی و خانوادگی نخیر اینه میره لطفا استاپ کنین دیگه، بس است که فلانه اتر گفت که این کارا بکو، فلانه این کارا گفت بکو، نخیر میگن بانین با دکتر هم نه قصه نکنین که فلانه همسایه ما تو گفت،
خب اگر اون رو شجری شبه کشی کوچ تا صرف چند مکتب خوانده شاید که نرفته باشه، ولی برای شما مشوره صحیح میده. یک مشوره میده که شاید شما از ما پرسان کنین، اگر امور من نخوانده باشم شاید از پیشتان وقت بخوایم که میره یک مطالعه میکنم یا یک مشوره میکنم، باز جوابتان میتم. حتی شاید مده بعض اوقات جواب دادن تون. بعض دکتر صاحبای دیگه مشوره های فامیلی استاپ. زیاد و زیاد توجه خدا ما بر فرد دکتر، هر چیزی که دکتر صاحب میگه هم کار بکنین و در انتخاب دکترتان بسیار زیرک باشین، بسیار زیاد زیرک باشین، خصوصا در شرایط کنونی افغانستان. بله درست. دیشب یک مشکل پیدا شد، یک جایی به شکل تصادفی در یک شفاخانه در آمدم، یک پاکت دوایی را خواستم که او در بیرون 70 افغانی است. بله 70 افغانی است. برای من بل 200 افغانی داد. گفتم درست است، من اینو میتونم بپردازم. اما یک کس من اصلا میتونم اما اینو میفکر باشه که من هم یک متخصص هستم. 15 سال است که با دوا سر کار دارم. دقیقاً تمام دواها را من فیلتر کردیم. خوب و بعضش کجا میشناسم. من میفهمم که نمی دوای الکتو استفاده میکنی. دیده میری تو برای من 200 میتی قیمت از 70 افغانی. لطفاً این ظلم سر مردم نکنین. من اینمی 200 افغانی را به خاطر میپردازم که تو در آینده این کار نکنی. تعهد کو کردم. تعهدش را گرفتم باز برآمدم. همون را میفهمم که او به تعهد خود چه قیستاد است. یعنی در انتخاب دکتر و مکان تداییتان زیاد در بعض جایها آنقدر غرق تجارت میشن که در مرض یادشان میره. آنقدر او مریض سرکولیت میکنن در شفاخانه، آنقدر میدونن تا برو بالا برو اوس برو اوس برو، مرض اصلی یک بار فراموششان شده سر یک کار دیگه کار کرده ایستن. مریض هم شاید جور شده باشه دو ماه خطر گشتن. دو ماه گشتن نه، مریض خرابتر. مریض خرابتر. بله. خب دکتر صاحب، با مریض التهاب میری بله 4 اسپرینگ تطبیق شده برادر در اینمی شهر کابل. گفتنش بعد از اما ما بوید خاطرات تلخ ما از وضعیت صحی افغانستان است. نمیتونم خاموش باشم. من باید مردم خودم هوشیار بزنم. من از این مردم هستم، در بینم یا رویدیم، من دکتر شدیم، یک از دیگه انجینیر شده، یک از قاضی شده. من مسئولیتم است که چشم وطن دارای خود باز کنم. لطفا متوجه باشین. خب بل. دکتر صاحب تشکر. هم پیامت بود. آه وای پیام یک پیام کوتاه دارم. کوتاه بررسی باشه. پیام کوتاه ما ای است که لطفا وقتی که خودتان اچ پایلوری دارین تمام اطرافیاتون رو چک کنین، فیلتر کنین، پشت مصرفش نگردین. یک تست از دیگه قیمت خود داره. او مفتم نمیشه اگر کار کسی نداشته باشه من اونش به خودم حاضر هستم برش کار کنم. اگر کسی کار واقعا بی بضاعت است با بی بضاعت واقعا من تعهد میکنم که رایگان میکنم کارم. اما باور کنین که اینمو را فکر کنین یک سرمایه گذاری است که شما از صحتمندی خانواده تان مطمئن شوین. اطفالتان بسیار مهمتر از همه چیز. تشکر از شما. تشکر. امیدوارم برنامه خوب بوده باشه. ما برنامه شاد داشتم. امروز خوش شدم. ما هم همچنان. خستگی های روزم رفع شد. شوخی های خودم که داشتم که می داشته باشیم بعد از برنامه. دوستای عزیزی بود برنامه امشب ما خدمت شما عزیزا تقدیم شد. تا برنامه بعد شما را به الله یکتا می‌سپارم. شبتان خوش.